دوستان و همراهان کانال طبیعت درمانی، سلام. خوشحالیم از اینکه باری دیگر در خدمت شما هستیم. امروز در این ویدیو قصد داریم با شما در رابطه با 7 آنتی هیستامین 100% طبیعی صحبت کنیم. پس تا انتهای این ویدیو با ما همراه باشید و همچنین با لایک و سابسکرایب از ما حمایت کنید. آلرژی ها از واکنش سیستم ایمنی بدن در برابر عوامل خارجی مانند گرد و غبار و دیگر موارد آلرژیزا ناشی می شود. در واقع آلرژی ها در اثر تولید پروتئینی به نام هیستامین بروز می کنند که باعث ایجاد علائمی مانند گرفتگی بینی، عدسی یا خارش و غیره می شود. برخی افراد در هر فصلی از سال به برخی مواد حساسیت پیدا کرده و دچار علائم و اشاره شده. البته علائم دیگری نیز می شوند. در نتیجه چاره کار را مصرف داروهای آنتی هیستامین می بینند تا بتوانند این واکنش های آزاردهنده را کنترل کنند. در داروخانه ها انواع آنتی هیستامین ها از شرکت های مختلف وجود دارد که اتفاقا بدون نسخه پزشک نیز به فروش می رسند. با این حال شما می توانید با مصرف برخی مواد غذایی که خاصیت آنتی هیستامینی دارد علائم آلرژی خود را کنترل کنید. چون این روش کاملا طبیعی است و نیاز نیست که خود را در معرض عوارض جانبی دارو قرار دهید، بسیار مفید خواهد بود. این مطلب ما 7 آنتی هیستامین 100% طبیعی را برای شما معرفی و بازگو می کنیم. لطفاً تا انتهای این ویدیو با ما همراه باشید. چای سبز. چای سبز علاوه بر اینکه یکی از بهترین مکمل‌های غذایی برای کاهش وزن محسوب می‌شود، بلکه یکی از بهترین و مؤثرترین آنتی‌هیستامین‌های طبیعی نیز است، چون حاوی میزان زیادی کریستین و کاتشین می‌باشد که این دو ترکیب خواص آنتی‌اکسیدانی دارند و باعث کاهش تولید هیستامین می‌شوند. برای تهیه یک چای سبز عالی، یک قاشق غذاخوری چای سبز را در یک لیوان آب بریز. اجازه دهید که به مدت 10 دقیقه دم بکشد. به محض اینکه نخستین علائم آلرژی را در خود احساس می‌کنید، به سراغ این چای مفید بروید. می توانید روزانه 3 مرتبه چای سبز بنوشید. توصیه می‌کنیم در مصرف هر ماده غذایی مفید نیست، اندازه نگه دارید و دچار افراط نشوید. جوشانده گزنه. جوشانده گزنه نیز یکی دیگر از درمان‌های طبیعی برای کنترل و کاهش علائم آلرژی است. خواص این گیاه باعث کاهش وجود مواد حساسیت‌زا در مجرای تنفسی شده و احتقاق را برطرف می‌کند. مواد لازم برای تهیه چای گزنه: گیاه گزنه 1 قاشق غذاخوری، آب 1 لیوان. گیاه گزنه را در یک ظرفی که حاوی آب ریخته شده است قرار دهید و به مدت 10 دقیقه اجازه دهید که به طور ملایم بجوشد. زمانی که به جوش آمد آن را صاف کرده و روزانه 2 مرتبه از آن استفاده کنید. توجه داشته باشید که اگر تحت درمان با داروهای فشار خون بوده یا باردار هستید، نباید از این جوشانده استفاده کنید. سرکه سیب حاوی ترکیبات ضد التهابی، ضد ویروسی و آنتی هیستامینی است که به شیوه مؤثری با آلرژی های آزاردهنده مقابله می کند. برای مقابله با آلرژی های فصلی و همچنین ناراحتی های تنفسی ناشی از سرماخوردگی، می توانید به سراغ سرکه سیب بروید. برای این کار کافی است که تنها سرکه سیب را به 1 لیوان آب اضافه کرده و بلافاصله آن را مصرف کنید. این کار را 2 تا 3 بار در طول روز انجام دهید. چای ریبوس. چای ریبوس همچنین با عنوان چای قرمز آفریقایی شناخته می شود و یکی از نوشیدنی های طبیعی با خواص آنتی هیستامینی است که با احتقاق بینی، احساس سوزش و خارش گلو مقابله می کند. این نوشیدنی کاملا طبیعی نیست، مانند تمام داروهایی از این نوع باعث ایجاد خواب آلودگی می شود. برای استفاده از چای ریبوس شما تنها به 1 چای کیسه‌ای ریبوس و 1 لیوان آب نیاز دارید. چای کیسه‌ای را درون 1 لیوان آب جوش قرار دهید و اجازه دهید که چند دقیقه دم بکشد. توصیه می شود که به محض احساس بروز نخستین علائم آلرژی به سراغ این چای مفید بروید. ماست طبیعی. ترکیبات ماست طبیعی باعث بهبود فعالیت فلور باکتری شده و در نتیجه باعث تقویت عملکرد دستگاه ایمنی بدن می شود. ترکیباتی مانند لاکتو بایسیلوس موجود در ماست به کاهش خطر بروز آلرژی ها کمک می کند. برای استفاده از ماست طبیعی شما به 1 قاشق عسل و 1/2 لیوان ماست طبیعی نیاز دارید. ماست طبیعیتان را با عسل طبیعی مخلوط کرده و 1 بار در طول روز میل کنید. این کار ساده برای کاهش علائم آلرژی بسیار مؤثر است. استفاده از دم کرده یونجه. مصرف دم کرده یونجه قدرت لازم برای تسکین احساس سوزش چشم ها و کاهش مازاد مخاطب بینی را دارد. بنابراین می توانید راحت تر نفس بکشید. برای این کار به 1 یا 2 قاشق غذاخوری یونجه
و یک لیوان آب نیاز دارید. یونجا را داخل ظرف حاوی آب بریزید و اجازه دهید که به مدت چند دقیقه بجوشد. زیر شعله را خاموش کنید تا چند دقیقه استراحت کند. قبل از نوشیدن آن را صاف کنید. هر روز یک مرتبه از این نوشیدنی استفاده کنید. استفاده از جوشانده گیاه بیلوبا. این جوشانده حاوی ترکیباتی به نام جینکو گلوید است که خواص ضد آلرژی دارد و باعث کاهش خلط و تسکین خارش های چشم می شود. برای این کار شما به یک قاشق چای خوری از گیاه بیلوبا و یک لیوان آب نیاز دارید. برای این کار گیاه بیلوبا را درون ظرف حاوی آب ریخته و بگذارید که به جوش بیاید. سپس زیر شعله را خاموش کنید و نوشیدنی را صاف کرده و روزانه دو مرتبه از این نوشیدنی بنوشید. هر کدام از درمان‌های اشاره شده برای تسکین علائم ناخوشایند آلرژی ارائه شدند. مصرف بی‌رویه و بیش از میزان ذکر شده ممکن است باعث مشکل شود. چون داروهای گیاهی بی خطر نبوده و عدم مصرف درست آنها نیز درد سرساز می شود. می توانید قبل از مصرف هر یک از این داروهای بالا با پزشک خود یا عطار مشاوره کنید. با تشکر از شما دوستان و همراهان عزیز که ما را تا این لحظه از ویدیو همراهی کردید. تا درود دیگر بدرود.